در این قسمت یک سری کلمات یا وکابیولری رو میخوام به شما دوستان عزیز معرفی کنم که بسیار پرکاربرد هستند و در واقع در بسیاری از تسک ها و تمرینات و بسیاری از مکالمات یا کانورسیشن ها کاربرد دارن. خب اما این کلمات چه کلماتی هستن؟ دقیق بفهمید دوستان. کلمه اول که میخوام خدمتتون معرفی کنم کلمه پروواید هست. پروواید دوستان به معنی فراهم کردن یا تأمین کردن هست. پروواید به معنی فراهم کردن یا تأمین کردن هست. این کلمه میتونه به معنی اکویپ باشه، یعنی در واقع سینونیم اکویپ هست. میدونید دوستان در واقع آزمون آیلتس و مکالمات پیشرفته در واقع دقیقاً بازی با کلمات و گرامر هست و خیلی مهمه که ما کلمات و گرامر رو واقعا مسلح باشیم به کلمات و گرامر و خیلی قوی بتونیم در واقع سینونیم ها رو شناسایی کنیم، کلمات هم معنی، کلمات متضاد یا آنتونیم رو شناسایی بکنیم و از اونها بتونیم استفاده بکنیم. خب پس دوستان provide میتونه به معنی equip باشه، به معنی در واقع فراهم کردن یا تأمین کردن یا مجهز کردن. اگر یک ایدی به پایان هر کدوم از این دو تا فعل اضافه کنیم provided یا equipped، یعنی یک ایدی اضافه میکنیم provided و equipped به دست میاد. provided with و equipped with هر دو به معنی مجهز به هستن، مجهز به یا مسلح به. provided with یا equipped with، مثلا میتونیم بگیم که the university is provided with a lot of facilities. The university is provided with، یعنی یونیورسیتی هست مجهز به a lot of facilities، امکانات زیاد. کلمه بعد که میخواستم خدمتتون معرفی کنم دقیقا همین کلمه facilities هست. کلمه facilities یک کلمه بسیار پرکاربرد و top هست به معنی امکانات، تجهیزات. پس facilities امکانات یا تجهیزات هست. equip رو ما گفتیم به معنی در واقع تجهیز کردن، فراهم کردن، تأمین کردن. حالا اگر یک ment اضافه کنیم به پایانش کلمه equipment به دست میاد. equipment دوستان به معنی ابزار، کالا، وسیله، دستگاه میتونه باشه. equipment وسیله، ابزار، دستگاه هست. و کلمه بعد که میتونه باز به معنی دستگاه باشه کلمه device هست. device به معنی وسیله یا دستگاه هست. device device به معنی وسیله یا دستگاه هست. و اما کلمه بعد دوستان کلمه variety هست. variety یا diversity. variety و diversity هر دو میتونن به معنی در واقع تنوع باشند. تنوع مثلا میگیم a wide variety ها، a wide یا a vast variety یک تنوع گسترده ها. مثلا a vast variety of animals یعنی در واقع تنوع زیاد، تنوع گسترده از جانوران. یا مثلا میگیم a vast diversity of fruits ها، یعنی یک تنوع گسترده از میوه ها. به این صورت دوستان بنابراین variety و diversity میتونن به معنی طیف، تنوع باشن. اما چه کلماتی میتونن به معنی مختلف یا متفاوت استفاده بشن؟ خب به هر حال ما خیلی وقتا نیاز داریم که از این کلمه استفاده کنیم. کلمات different و various، different و دوستان ویدیویی که دیدید نمونه ای هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید فرق نمی‌کنه، از داخل یا خارج از کشور میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیج‌های ما و در پیج در واقع اینستاگرام ما یا در تلگرام ما و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج‌های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.